نگهبانان نظام الدین قیصاری که بیش از 10 روز را در بند حکومت بسر بردن، در هنگام بازداشت آقای قیصاری نزدیک به 20 نگهبان وی نیز از سوی نیروهای دولتی بازداشت شدند و به کابل انتقال داده شدند. از حکومت مرکزی تقاضا کردیم که این افراد گناه ندارند، این افراد وظیفه خود را در اوج انجام میدادند. هر نوع اگر تحقیق دارن، هر نوع مسئله دارن، در اینجا هیچ نوع دوسیه در قبال از اینا وجود نداره. پیش از این حزب جنبش ملی ادعا کرده است که نگهبانان آقای قیصاری در هنگام بازداشت لتوکوب شدند و با آنان بدرفتاری شده است. در همین حال با تازگی ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می شود که در آن ادعا شده است که نگهبانان نظام الدین قیصاری در هنگام بازداشت مورد بدرفتاری و لتوکوب قرار گرفتند. که بسته کرد، او را به اتاق بسته کرد، ما مردم هم آمد دور ما مردم هم گرفت، ما مردم هم بسته کرد، آورد باز دیگه خوابان باز لغت شروع کرد، زدن شروع کرد. این حالت را با چشم خود ندیدیم، چون ما روی این طرف دیوار بود و از قضیه آگاه نیست. تصاویر پخش شده، ای که این تصاویر چگونه هست و کیهایی را انجام داده، ما در یه حیات تعیین کردیم و هر موضوعی که صورت میگیره قانون بالای هر کسی هم باشه تطبیق میشه. در همین حال هواداران جنرال دوستم بر روز جمعه نیز برای 11 روز در برخی از ولایت ها تظاهرات کردند و دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات را در مزار شریف بستند. تصمیم بر بستن دفتر محترم مستقل انتخابات بود که مظاهره کنندگان امروز آمدن در به ورودی را بستند بدون کدام خشونت. والی فاریاب درباره نظام الدین قیصاری میگوید که گفتگوها در این باره در سطح بلند حکومت میان معاون دوم رئیس جمهور و جنرال دوستم معاون نخست رئیس جمهور ادامه دارد.